بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود به همه تنهای خوبم. امیدوارم همه تان صحتمند و خوب باشین. یک بار دیگر ما و همکار خوب ما سید مشتاق در خدمت شما با یک برنامه فوق العاده با روایتی و جالب و پرقصه آمدیم و بسیار جای تاریخی و یک قصه تاریخی در این مکان شده. ای که در کجا آمدیم؟ اینجا چی گفت؟ سلام حافظ جان و قصه کو. سلام به شما و سلام به بیننده های عزیز. ما در ولسوالی سروبی کابل موقعیت داریم و در مسیر رای سرک عبوری قرار داریم که در کنار سرک یک خانه بسیار قدیمی و تاریخی است که قصه های زیاد از این روایت شده. مثلا میگن خانه مومن خان و شیرینه است و قصه زیادی داره. خانه مومن خان و شیرینه و هر دویش چوپان بوده. حالا نیستن، خیلی دیر میشه از این خانه که موقعیت داره اینجا تاریخی. در اینجا یعنی که بسیار دیر میشه قصه داره. میبینین اونو مکانه را میگن خانه اینا بوده و در اونجا زندگی میکردن و در اینجا هم به این طرف بسیار یک ساهای مقبول هست. میبینین که در اینجا و تمام اینجا یک قصه داره. در اینجا ما از خود همین ساها یک پدر جان هست امروز با صحبت میکنن و پلار جانه رضی موسخه. سلام علیکم رضی دیخوا کیان را او بوده دل سرازم دل سرازم څنګه پلاره؟ ده خدای پازل ده الحمدلله ده علي احسان ده خیر تاسو؟ بالکل ده خدای پازل ده خیر شکر پلاره یوازې پښتو ویلې شي که پارسی بیا پویګم ده سده؟ په پارسی ویل نه سم نور تی وای زور باندې پویګم خیر پلاره اول دا وای دلته تاسو کیک څه کار کوي؟ دلته هم موږ دا زغپل ده دکانداری کومه او د نږدې د مو کور ده پدرجان د ایجه دکاندار است و د این نږدې خانه شان است پلاره مونگ دم دوی زینه آخوات لولو او دلتا مونگ تا خلق وویل چه دلتا یو دیر خایصه و دیر جالبه یو کیسه او یو زایده بلکه دی مونگ تا وویل دلتا چهر تا ده او چه کیسه لری؟ دلتا خود ده واقعه ده مومن خان و ده زفر خان دلتا حقیقت داری قصه مومن خان و زفر خان در اینجا واقعیت داره او حقیقت داره دا دې طرف ته چې و اولن دې کوغه کې دا کندو سر کې کالا تر اوسه د مومن خان معلومي ګره تا داونه امي خانه کې نه نه امي خانه نهسته دا نهست او وړاندې ګوره ته کې او تا دا او دیوال غو د معلومي کې اګه د مومن خان وړاندې دلته و څه ما سره سره پښت سره پښت سره او البته د مومن خان سره ټول معلومي کې د کالا ټول اثرات معلومي کې نو د سینه اخوته مومن خان او د سینه دې طرف ته د پاجی که زپر خانو د دو مسارات معلومه ده در ای دریا او طرفش خانه مومن خان بود و ای طرف خانه زپر خان بود د دوار سه شده اتره زمان دوار اخبرو میزید اتره کاکا را میگن فکر کنم اینو دو نفر بچه های کاکا بودن خیاب لره نور بیا دوی غختل خپل منزور کې د عمر په تیرې دو سره خپل منزور کې دوی سره بدل وکي د مومن خان هم خور و او د زپر خان هم خور و د خپل پرمنز خپل منزور کې سره بدل وکي او خو بیا د و خور چې و د مومن خان خور چې و د زپر خان خور چې و د خایسته و او د مومن خان خور چې و خایسته نه و ترجمه وکم پلاره اینا میخواستن بین یک دیگه بمرور زمان چون بچه کاکا بودن بدلکان بکنن. خوار مومن خان که بود بدرنگ بود و خوار زفر خان که بود این مقبول بود. زفر خان در این تپه بود خانش و مومن خان پشت سر رو کرد رزی لک دیو خواهم لارشون و بعد از او وقتی که اینا میخواستن بین یک دیگه خشی بکنن بعد از چی شده نورسش و پلاره که بیا پا دی دی مرور پا دی تیر دو پا زمانه سرا دی خلق و اختل چه دا ساحه دیره گرمه و دی ساحه که با گرمی و دوی لاره دی لطبان سرک ورتوای ملایمر آل دا دوی لاره هم دی زپرخان بچان لاره و هم دی مومن خان خود دی تگ نمخ که مومن خان لاره هندوستان تا په سفر باندې لاړ چې هندستان په سفر ته مومن خان هندستان ته لاړ په سفر باندې چې کله ځای واپس راغی نو د زپر خان بچان او د مومن خان بچان دا تلی ولته بنده دا ساحه ګرمه و یخې ساحې ته به دوی وړي تتله هلته چې لاړه دوی چې ګوري مومن خان راغی چې دا ښځې خو به د ما یارانه دوستانه نه وي پیدا کړي هغې په خپلې ښځې باندې لاس کېښود هغسې راجیک سو دوسکې ویله چې دا یا غل ده یا څوک بل څوک ده هغه راجیک سو مومن خان یې په توره باندې ووهه مړې که تور باندې تور چی میگن؟ تور باندې سیاهی شد سپرم سپر ورته چی ورته پارسی کتاب سنگ چی میگن؟ امانی سب؟
چی گفتی پدر؟ توره 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 شمشیر 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 خوب آقا سی گوری چه گوری دا خو مومن خان مر کنه دوی ډیر خپه شول آقا دا مومن خان هندستان ترار چې هندستانه دی او پاس راځي نو د دوی کورونه پاس د لتابن سرک لاندې ملایمر ورتوای د دوی کورونه الته دیرو چې الته دیرو نو مومن خان راغی د شپې له خوانه چې په خپل خزه باندې لاس پټ دی چې دی خو به یارانه دوستانه نه پیدا کړي خزه راځيږي چې ګوري دا خو یا غل دا یا بل څوک دا نو غو د ورونه تاګه کوکا ورونه راځيکسو هغه مومن خان ملک چې مومن خان ملک چې ګوري دا خو مومن خان دا ډیر حیران سو ډیر پریشان سو چې دام سو کړه خپاس وډیر دا ځخه ترجمه وکم قصه به یې رسید کې مومن خان میره به هندستان و به خاطر کی جواب بسیار گرم می باشه اینا میرن دوست در لطبند خانه شان می باشه و در اونون جا میره به پیش فامیلش و شبنگام میره به پیش خانومش میگه خود اگه یارم دمی ندارم میره پیش خانومش که در نیمه شب خانومش فکر میکنه ای دزد است ای خواب میباشه فکر میکنه که مومن خان میه نزدیک زنش که دستش بر روی دستش میمانه اینا که زنش فکر میکنه دزد است صدا میکنه که بیادرهاش یا میاین قبل از اینکه مومن خان ببینن میزنن با شمشیر و او را میکشن و قبرهایشان هم در لطبند یک خانوادگی قبر دارن یک خانوادگی در اوجه قبر دارن بریم او طرف بریم آخو هم لاشو نورم ببینیم. قصه که افتارم خانه رو ببینیم بریم با او طرف بریم و دیگه هم قصه کنیم یک لحظه سمید کنیم به نزدیک او خانه بریم برست بیه استاد بیه خانه مومن خان کدام بود استاد؟ خانه مومن خان دیت دی پخت وای پشت سر ازی او خانه مومن خان په د غد د د په سر باندې پاس اورګا کیو او د تا د کوټه چی دا دام دامه وو کنه د مومن نه دا دی غوینه دا وو جوړه سوی دا د کوچانو دا او دا د کوچانو دا مومن خان سکاره و پلاره یاره دا غټیم دا واقعیت خو مونږ ته د سپوره نه معلومیږي چې دوی بس کار کاو زکه ډیره په خوانی قصه ده او زمونږ تقریبا نکونو ته پرونو ته دې قصې معلومات نه وو او د مشران نه چې مونږ دا ورېدلې دي نو دې دې دغه علاقه کې پراته وو دغه کار او بار معلومات به مونږ ته نه کیږي چې آیا دوی بس کار کاو خیا میگن کې ایجا خانه مومن خان بود قسمی که برتون گفتن این سونه دریا خانه مومن خان بود و سونه دریا خانه زفر خان بود و خانه اونو با او طرف کوه هست و دیگه که به اینا یعنی معلوم نیست که اینا مثلا چی کاره بودن این یعنی میگه به پدرها و به نیکه های ما معلوم نبوده ولی حتما یک کاری به امو وقت و اصل زمان بوده که از هند رفته پرسان کو که از امی قصه و داستان هایی که میکنه کدام نوشته سر کتاب ارساله چیز دار از تاریخ کتابی بیا که اینی رو یک همزر منظم کرد استاد بیا از ایرا پای های ما رو جو جو کرد پلارا رز از مون خواهد تا چی یا پختنه ده تنها بکن ده همده کسی چی تا وکرده لکنه کم رساله کم کتاب کم نوشته چی کم لیکه خلق لیکلی دا اشته چی مونگ لاشو اقا وای و اقا اخلو آن قریب سلویخ کال مخ که ز پا ومسی مختب که اما چه دا دی کتابون ما کتلی دی و دا دی کتابون ما لستلی دی کلا چه ز دا پاکستان مونگ دیار آقلو دلتا نو دا د مومن خان او شیرنی د علاقات می چې ورید نو د هغه کتاب واقعیا او کیسه ما ته په تطبیق ورسېدل چې یار رښتیا عین واقعیتا دا کیسه خود دوی حقیقی او واقعي تیر سوی دا خیاپلار تی ول څو کاله مخکې سلویخ کاله مخکې په پاکستان کې زوم سه مکتب کې زوما د دوی کتاب مال وستلی و او د دغه واقعیا او کیسه نه زه تقریبا وم سیم د مکتب کې د ټولو واقعو کیسه ما الته معلومه کړې و امیر دغه علاقه ترجمه وکنه امیر شیخ ترجمه وکنه امیر ترجمه وکنم پدر مې اینو 40 سال قبل کتابا و این می قصه را د صنف وم صنف چند بوده جواد صنف هفت صنف هفت بوده ایره خوانده و یعنی 40 سال قبل در صنف هفتم در پاکستان این قصه را خوانده که در این ساحه اینم تا قصه بوده و وقتی هم که اینجا آمده و اینجا قصه اینا رو دیده فهمیده که نه قصه واقعیت داشته خیاب لره بیا حق وقت چی ده مومن خان مر شو نور سشوه پده کور که مومن خان چی مر شو پا آقا سانه که چی کلا در کابینه در دوی را پاسه دلا چی ویلسی مومن خان مر کر دیر خپا سو دوی پا خپلو منزو که پا مغا تور باندی اگر تو زانون سر مرکل او دلتابان نه لاندې یو پټای دا د دوی نه قبرونه د ټول یو ځای ملته خښتي او مغه ځای
یک ترجمه میگم. همده اوس هم د هغه قبرونه شته؟ قبرونه شته دی، او قبرونه شته غا. خلق زی؟ خلق ورزی یو لاس قبرونه دی، خو د سرک نه لاندې دی. خا. د سرک نه لاندې. اینو بعد از اینکه مومن خان میکشن، بعد از او امی فامیل امو کابینی از که یعنی میگه از خواب بیدار میشن، میبینن چی اتفاقی افتاده، از فرات امو جگرخونی و ناراحتی که دارن که خب این کار خودش هم کرده و کس چی باور میکنه که قسم شد ما را کشتیم. میگینن امرای از امو تورای امرای از امو شمشیری که بود امرای از امو خودش هم خودم بیکشن و امیان هم در طرف لطبند در یک پتی در یک کور در یک جای نه دانه قبر است. خب پایین سرک است، لنده در کنه پایین سرک است و نه دانه قبر است و مردم هنوز هم اوجه میرن. خانم نابی این پرسان کو که در ابتدای قصه برای بیننده هم سوال ماند که امی شیرین که بود او تیویل در شیرین خانه و مومن خان یا کیسه ده در شیرین چوک و پلاره شیرین خود در مومن خان خور و شیرینه ای شیرین نه میگه شیرینی مومن خان او شیرینی دا دغه علاقه چې مشهور اسوله د مومن خان او د شیرقی شیرینی په دی علاقه باندې چې دوی خپل منځو کې سره عاشقان او مشوقان او شیرینی خور او مومن خان چې د ورورو ترجمه کوي خلونه ویږي جالب شوم نه فهمیدم ما فهمیدم کې مومن خان از ظفر خان خوارشه شیرینی نامش بود د ظفر خان خور شیرینی نوم و و مومن خان عاشق یا عاشق یکی دیگه شده و میگه امی الا مومن خان یو شیرینی شیرین خان شیرینی پدی پامنس کی اومینه و و میگه امی قریه ما امی قریه به نام مومن خان و شیرینی اکثریت یاد میشه اکثریت یاد میشه او دیره یو دیگه نه بل نومم لري چې هغه نوم خويندې د خو په خويندې باندې د شهرت نه لري قریه شکایت میشه او قریه شکایت میشه قریه شقه بلر تاسو هم د امدغه کلی مانگه دیم دیگه کلیو درست هم در عاشقه کلی نمیلرینو جالب چی هست؟ جالب چی هست؟ بیننده عزیز جالبی هست که عاشق یک طرف سرک است معشوق دیگه طرف سرک است از وسطشون موتراتیر میشه امیال هزاران نفر وقتی میره طرف ننگرهار لغمان طرف کنر از مسیر تیر میشه یا طرف کابل میرن خبر ندارن که از وسط عاشق معشوق تیر میشه از وسط قریه عاشق معشوق تیر میشه ولی گپ واقعا جالب است واقعا جالب است ای که دو معشوق باشن و ما بین ایجای کمیال ما استاده سیم اینجا دریاست دلتا پلار اوبو پا رازی یعنی چی دلتا پا زمستانو که اوبو زایدی کنه زمستانو خونه په بهار کې په بهار کې دا ګوره دا کوم علاقه چې خراب ده ویرانه معلومیږي سلور میاشتې په دغه ساحه باندې یو غسین راووته چې تقریبا وصل وي کورونه دلته ړنګ کړه زموږ خپل دا کورونه ټول دا دیوالونه چې دي کنه دا ګوره داسې مخامخ ګوره ده دا ټول ړنګ دي د دې کورونه یوه ښځه هم یوړه د شهادت لوړ مقام ته ویره ورسېدله او تقریبا وصل وي کور او په دې کې مالونه ډېره تبعید دي علاقې وسوله عجبه عجبه خپلاره تی و څو کلم مخکې څومره او کور دا زپور نشوم چوکور وصل به کوره وصل به کور چند میشه 74 قبل رازه چی لگ لگ لار شو باش که من وسط بیم که ببخشین که برای دود مایی که بگیرم پدر جان گفت که در ایجا امو مدت شا گفتن که چند مدت قبل در ایجا یا مکمل تو سیل و آب زیاد شده در این جای کروان است این جای آب است زیاد شده بود بعد من در وقت مومن خان و شیرینو زیاد در ایجا آب بوده دیگه که ایجا دریا بوده بوده که در کوه خانه جور کردن و در ایجا 100% آب بوده و در اینجا متاسفانه چند وقت قبل آب زیاد شده و چندین خانه را در این ساحه انداخته از بین برده و یک شهید داشته در اینجا چندین شهید داشته و یا یک شهید اما تو یک چیز گفته و این قسم یک قصه داره ما سوال ما است که بر پدر جان بگو که امی آخر داستان آل مردم محل که به نام قریه عاشق معشوق یاد میشن یا شیرینه و مومن خان مردم در خانه از یا میره نمیره بر دیدن یا بر تصویر گرفتن او پلر پوش می او پوش خیا و ای چه خلق زیده اما غ شیرینو او مومن خان کورتا گوری سوای دمو تا وایا دا خو عمومی لار ده کابل او ده جلال آباد سو ولایتو لار ده ډیر خلک رازیل ته گاډی و درې ده دی قصې ده دی واقعیا موږ نه پوښتنه کوي چې آیا دا حقیقت واو کنه وا د مومن خان کور چیرته و د ظفر خان کور چیرته و بیا موږ ورته وای دا د مومن خان کور و دا د ظفر خان کور و او تقریبا د 15 گاډي خو د ورځې دریږي چې موږ نه دا تپوسونه کوي او د دوی پاسې د لطبان سره کې ملایمر کې د دوی د قبرونه د هدیره ده هغو ته په درجنونو خلک د دوی د دیدن لپاره ورځي د سیل لپاره ورځي
چه دادا مومن خان لارشته یک ترجمه بکنم دیره لریده چنگ افلاره لارشته دا ولار اور طرف کوسه به امیر ترجمه اینجا پدرجان میگه که یعنی روزانه بسیار کسو میاین ده اینی میجه خودشان دکان دارن در میساحه می از ما پرسون میکنین می قصه شیرینو مثل ما وره مثل ما قصه شیرینو اینا واقعیت داره باز اینا برشان میگه واقعیت داره و قصه میکنن و میگه روز درجن درجن مردم میره که خانه اونا و قصه اینا رو بفهمه و این حرف هست پلارا داما توایا چی خلق مینه او محبت دستی او خلقشته چی هیچ دستی اعتبار نلیری هیچ داغوی خوخ نرازی کنه؟ بیا وای چی دا فریب دا وای چی دا دروغ دا نو تاسو سوایی مینه محبت سدی او خلق باید ولری کنه دی او جنه او یو حالک ترمنز زده ترجمه وکم ما گفتم که مردم محبت را دروغ و فریب فکر میکنن نظر شما چی است و شما دی باره چی فکر میکنید؟ مینه و محبت چی دا دا یو حقیقت دا او دا حقیقت لری دا دا صحابان رو دا وقت ران تر ننطه اون پوری دا مینه و محبت دا یو بسر داسته دا و انشاءالا دا دنیا پو بقا سر چی دنیا سو بقا ولری او دا مینه و محبت بوی زمانگ دا خپل دغه ساحه خلق چی دی منگ آلتا دا دو جماعتون لرو طول دا یو سر بل سر مینه و محبت داری دا خش جون پا طلب کی دی لکه سنگ چی دا مومن خان و دا زپیر خان مینه و محبت دا یو بل سر و نو دا منگ دا دغه ساحه طول دا مینه و دا محبت نا دک خلق دی امیر ترجمه گو پدرجان میگه که مینه محبت از وقت صحابه های کرام هست و این واقعیت هست و این حق هست و امیدوار هستیم تا اخیری که دنیا هست همچنان محبت پایدار بمانه و باشه قسمی که زفرخان و مومن خان بینشان یک محبت بوده که اینا ای کار انجام دادن خیشی کردن و از فراق یک دیگه تا یک دیگه خود بعد از او را کشتن خود کشت میگه که ما در اینجا دو مسجد دو جماعت داریم و همه قدر محبت داریم و همیشه یک جای میریم او پلر تی دنویل چی دیو جلی او یو حلک تر منز دست چی یو محبت اوی پا دی کلی دی طول خلق پا منز کی دا چنگ خلق چوای دی مینتا دا خو یو پخوانه دور و چه زمان دا پختنو با دیتا دیر بد الفاظ استعمال اول یو اوسنه دور دا اوسنه دور که طول دا پویسو چه دا پیغمبر علیه السلام حدیث دا چه علک و جلی دوی دوارا پا خوخ وادوی که دا خوخ واده که بیا حس مشکل دا دوی اینده پا عمر که نجوریگی او که مخی با دا ظلم که دا پا ظلمانه سر بی دا خور و لوری و بلتا ورکوالا دا غی با خوخ نو دوی با ورکوالا چه را مور و پلار تا خوخ کرده اوست ننانه زمان چه دا و عصر چه دا دا طول پا خوخ کرده بانده علک هم جگی گنجلی خوخی جلی هم علک خوخی بیا دا دوی پا مند که مین و محبت سر حقا مراسم دواده ادا کیگی دیره خپلاره دیره خوشحاله شوم چی تا دا خبر مونتا و او دیره یو روشن فکر او دیره یو پوه پلاره زید دیره خوشحاله شما الان پوی من خوشحاله کن پدر جانه گفتم که محبت بین دختر و پسر چگونه میبینین گفت زمان سابق گفت مخصوصا بین ما پشتونا گفت بسیارک عمل زشت و ناروا بود اما این خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که دختر و پسر باید در بینشان یک محبت باشه و باید خودشان یک دیگر انتخاب کرده باشند و ازدواج بکنند. او ازدواج پرثمر و ازدواج پایدار و خوب خواهد بود. و آل دیگه گفته که قسم نیست که گفت مادر و پدر یا همون کس انتخاب بکنه که باید کسی میارسی کنی و اونا ازدواج میکنه. ما یک سوال به عنوان سوال آخر که در ذهن ما است و در روایت فعلی افغانستان متاسفانه در بعض جای است که نمیخوایم درشت یا قلم داد بکنم که دختر رو بچه رو بدلک میکنن مثلا مثل این داستانه که فعلا ما شما سرش کور کردیم قصه هایش روایت هایش که حتی وقتی که مومن خان زفر خان میخزه هند میره کشته میشه درست است وقتی میره برمیگرده پس میره کشته میشه امی آره نظر خودت نظر استاد چی است دبوری که امی بدلک میکنن دختر این یک سوال بکنیش لاره پشویته وای چی هم ده بدلک کن هم ده بدل چی که ای پدی که استاس و نظر او ده خلق نظر سدی ده خک کردی کنه سنگ چی مومن خان او زفر خان خپل پرمنس کی او بدل وکړل کنه خپل خورګانی استان کی دا بدل سی دا دا خو د شریعت نه لګان دا نه روا ده ولی پدی چی وا خزه با پاکی یا بل خزه بل غلطی کی نو غز ظلم کی بل خزه مر سره وهل کیږي دا ظلم راځي زمونږ اوس په دغه ساحه کې هر یو سړی دا کوشش کوي چې ورور یا زوی ته خزه خور لري هغه بل چاته ورکی او د ورور یا د لور د خوخه په هغه کې او بل کورنۍ نه خزه وکی ځکه دا زړه سرات او زړه سرات کې خلکو سره منځ کې بدله کاوه د بدلک ترمنځ بیا مشکل پیدا کېده یو طرف ته مشکل او بل طرف ته بنو نو هغه خلکو به وهل او ټکول کول
نو غد دویم خزه تبه هم وهله ټپول وو نو د دې د وجنه مشکلات زیات پیدا کېدل وو خلک دا کوشش کوي چې د دې بدل نه ځان وساتي خپل خور او لورم د سی وو وخيار عقلمن سړی ته ورکی او ورور او یا زوی ته هم د سی بل کورنه وخيار عقلمن خزه دغه په تبه خزه وکی او خزه کوشش کوي چې الکه خوخ وی الکه کوشش کوي چې خزه خوخ وی خدا را شکر پلارجان دیره مننه دیره یو خیسته خبری تاسو وکرله مونته پدرجان میگه که اصلا بدلکان از نگاه شریعت نارواست چون امکان داره یک خانم با اخلاق بسیار شایسته و یک خانم دیگه با اخلاق یک قسم دیگری یا همی که با اخلاق متفاوتن نسبت به فامیل باشه و این اتفاق باعث از این میشه که در او خانه ها نااتفاقی بیفته و اگر یک خانم مورد ستم قرار گرفت به خاطر از این که بگه این خوار از او سو هم خوارش از او رو هم مگرفته می خلاص دیگه او رو هم زدن میکنن یک او طلاق گرفت میگه من خوار تو رو طلاق میتم خلاص دیگه این قضیه خلاص میشه و میگه آل دیگه مردم ما مثلا این ساها و اینا کوشش میکنیم که دخترای خدا به آدمای عاقل و آدمای عاقل هم میرن به دختر خانمای که انتخاب هستن انتخاب میکنن میرن و از فامیلای مختلف که دوست داشته باشن میگیرن دره منن افلارا ژوندۍ اوسې دره خایسته کیسه و خدای تاسو عمر طولانی تاسو نن ډیره مننه چې تاسو راغلې موږ نه مو دا پوښتنه او د دې کیسې واقعیت تاسو معلوم سو تاسو نن ډیره مننه علام په عمر کې او کاروبار کې برکت واچوه او الله دې زمنګ ملک ته امن او صلح او عافیت راولي خدای پاک دې مشکلاتو نه زر ته زر آیاتې دې مشکلاتو نه وباسي سي خپل آزاد ژوند ولرو خپل آزاد ژوند ته بقا ورکو ادامه ور بهشکه ډېر مننه خدای جان دعای نیک کرد و همچنان گفت که تشکر از اینکه آمده این آرزوی صلح کرد و گفت که امیدوار هستم که بخیر خوبی در افغانستان صلح بیاید و همه تان خوب و سعادتمند و سلامت باشه نافذ جان خدا نگهدار شما بله تشکر هم تانای خوبم از اینکه تا این دم همه ما را بیننده بودین ای بود قصه شیرینو و مومن خان مثل از هزاران قصه و جای تاریخی در افغانستان هست که ما او را برتون به تصویر میکشیم اگر میخواید بیننده باشین پس آبی میدیا را سابسکرایب بکنین و حتما به کانال تفریح ما آبی تیوی سر بزنین منتظر ما باشید و اگر از این قصه هر چیز در ذهنتان آمده در کومنت به ما بنویسید که امرایتان در اوجم صحبت میکنم وقت بخیر خداحافظ 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 بیا استادتون